خانه های خانه ستاره. آکادمی آنلاین زبان ستاره، ویژه کودکان و نوجوانان از 3 سالگی. La civilización maya es desarrollo durante 4.000 años y es un gran territorio que corresponde a algunos estados como México. ¡Hola, conejo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Dónde están tus orejas? ¡Ajá! ¡Qué bien! ¿Dónde está tu boca? فیلم اسپانیایی منو دیدین؟ من الان 11 سالمه y puedo hablar muy bien el español. آکادمی زبان آنلاین ستاره با روشی منحصر به فرد، پذیرش زبان آموز از سراسر دنیا. با ما تماس بگیرید. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی به همه ستاره ها، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید. سلام ستاره قشنگم، قصه امروز گربه های خاله پیره. روزی روزگاری توی شهر قشنگ خاله پیره تک و تنها زندگی میکرد. هیچ کس خاله پیره رو دوست نداشت، برای اینکه حیات خونه خاله پیره مثل حیات بقیه خونه ها پر از گل نبود، چون گربه ها اجازه داشتن اونجا رفت و آمد داشته باشن. آخه خاله پیره گربه ها رو خیلی دوست داشت، به اونا غذا میداد و موقع برف و بارون اونا رو تو زیر زمین خونه پناه میداد که از سرما نلرزن. خاله پیره خیلی دوست داشت با همسایه هاش رفت آمد داشته باشه، اما تا با یکی از همسایه ها روبرو می شد اونا روشونو بر می گردوندن و اونو نادیده می گرفتن، برای اینکه فکر می کردن اون زن بدجنسیه و خونش کثیف و نامرتبه. تنها دوستای خاله پیره گربه ها بودن. بچه های محل خیلی از خاله پیره می ترسیدن. تنها بچه ای که از خاله پیره نمی ترسید عسلی بود. اون دختر کوچولویی بود که تو خونه روبروی خاله پیره زندگی میکرد. یه روز که خاله پیره داشت به گربه ها غذا میداد، صدایی به گوشش رسید. گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون. جانم، کی بود منو صدا کرد؟ خاله پیره سرشو بالا آورد و دید که یه دختر کوچولو از پنجره روبرو اونو نگاه میکنه. به سمت اون رفت و گفت: به به، چه دختر قشنگی! من یه خورده از غذامو نگه داشتم برای گربه ها. میشه اینا رو بهشون بدین؟ چرا نمیشه عزیزم، خیلی ممنون. اصلا بیا خودت بهشون بده مادر. آخه نمیتونم. چرا؟ مامان بابام نیستن، هر روز که میرن سر کار در رو قفل میکنن، من اجازه ندارم بیام بیرون، نمیتونم. عجب، به هر حال دستت درد نکنه دختر قشنگم. من از طرف گربه ها از تو تشکر میکنم. بدش به من. خب عسلی، من یه فکری کردم. من هر روز تو خونه تنها، تو میتونی روزا که مامان بابات نیستن بیای پیش من و گربه ها. راست میگی خاله پیره؟ یعنی میتونم؟ آره، خیلی هم خوشحال میشم. باشه، پس به مامان بابا میگم که از فردا میام پیش شما. پس منتظرتم عسلی. خاله پیره خیلی خوشحال بود، با خنده و شادی به خونه اومد و ظرف غذا رو برای گربه ها گذاشت. از طرفی عسلی هم از شادی در پوست خودش نمی گنجید.
اگه پدر و مادرش اجازه میدادن، هم خاله پیره و عسلی از تنهایی در می اومدن، هم عسلی میتونست با گربه ها بازی کنه. فردای اون روز خاله پیره منتظر بود تا عسلی در رو باز کنه و پیش اون بیاد، اما خبری از عسلی نبود. تا اینکه نزدیک های ظهر خاله پیره متوجه شد عسلی یواشکی اون از پنجره نگاه میکنه. خیلی تعجب کرد، براش دست تکون داد، اما عسلی پشت پرده قایم شد. خاله پیره نگران شد. یکی از بچه گربه های ناز و خوشگل رو برداشت و رفت کنار پنجره عسلی و گفت: عسلی، عسلی، ببین چی برات آوردم. عسلی آروم آروم اومد کنار پنجره، پرده رو کنار زد و به بچه گربه خیره شد. اونقدر بچه گربه زیبا بود که نتونست طاقت بیاره. پنجره رو باز کرد و مشغول نوازش گربه کوچولو شد و گفت: چه بچه گربه خوشگل، چرا نیومدی پیشم عسلی؟ راسته که تو بدجنسی؟ وا، کی اینو بهت گفته؟ راسته که تو بچه رو اذیت میکنی؟ من تا حالا تو رو اذیت کردم؟ نه. خب پس نگرانه چی هستی؟ من عاشق بچه ها، من همه رو دوست دارم. به نظر من که تو خیلی هم مهربونی. خب پس چرا نیومدی پیشم؟ مامان بابا نمیذارم. خب عیبی نداره، ناراحت نباش، از این به بعد از همین پنجره با هم هستیم. من گربه ها رو میارم اینجا تا بهشون غذا بدی و نازشون کنی. ولی من دلم میخواد همه بدونن که تو خیلی مهربونی. همه چی درست میشه مادر، نگران نباش. روزها گذشت. عسلی و خاله پیره هر روز از پنجره برای هم دست تکون میدادن و با هم حرف میزدن، تا اینکه یه روز عسلی به خاله پیره گفت: مامانم خیلی ناراحته، فکر کنم تو انبار خونه ما موش پیدا شده. خاله پیره: راست میگی؟ آماده باش که گره این کار به دست ما باز میشه. چطور؟ من خپلی و زبلو رو میندازم تو حیات خونه تو تا به حساب موشا برسن. وای عالیه، مرسی. همین کارم کرد و گربه ها حساب موشا رو رسیدن. عسلی هم ماجرا رو برای بابا مامانش تعریف کرد و عصر همون روز مامان و بابا با سبدی پر از کلوچه به خونه خاله پیره اومدن و با اون آشنا شدن و فهمیدن که خاله پیره چقدر مهربان و دوست داشتنیه. خدا حافظ. بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود.